به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر باشه. مهدی توتونچی هستم و اینجا برنامه شب‌های فوتبالی است که باز هم با افتخار و احترام تقدیم می‌کنیم به همه اون دسته از عزیزان و علاقمندان و فوتبال دوستانی که وقت گذاشتن برنامه خودشون شب‌های فوتبالی رو تماشا کنن. متشکرم و ممنونم از اینکه ما رو انتخاب کردید. خوش آمدید به شب‌های فوتبالی امشب ما. یا داور خارجی بیارین. خودشون هم میدونن که داور خارجی نمیاد. محمد سرت به خوشگل میره واسه گل اول. گل برای پرسپولیس. بره رئال دعوت کنه بیاد ببره. چهار تا جام میگیرم. گفتم سعی میکنم تیم داوری رو ببرن زیر فشار برای دیوید. بله، دربی یا شهرآورد سرنوشت ساز، هر دو تیم رو عدد 26 برابر هستن و بعد از 100 دیگه 101 دیگه و البته که هر کی ببره میشه 27 و جام حذفیه و یکی باید برنده باشه و جام رو بالای سرش ببره. امیدوارم که بازی جذاب باشه، شما هم کیف کنید و لذت ببرید و البته سوال پیامکی که جمعه داشتیم الان هم مجددا میخوایم پخش کنیم تا فردا همچنان دوستان میتونن مشارکت داشته باشن. عدد 1 و 2، 1 برد استقلال و 2 برد پرسپولیس. بفرمایید. کدام تیم قهرمان جام حذفی خواهد شد؟ گزینه 1 استقلال، گزینه 2 پرسپولیس. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره 30920 پیامک کنید. بله، خیز سرخا برای کسب یک جام دیگر تیتر خیلی از رسانه‌های ورزشی بوده تو این 24 ساعت 48 ساعت گذشته و بازم تأکید میکنم همه چیز امیدوارم به شکلی جلو بره که بازی جذاب باشه. قطعا هممون میدونیم دیگه، از اون مدلای آقا استاد جواد خیابانی تور دارم میگم که یه نفر قهرمان میشه دیگه، ولی یعنی کامل مشخصه به قول استاد پیمان یوسفی از هرمن شمسه، ولی نکتهش اینه که بازی جذاب باشه. اگرم قراره یکی قهرمان بشه گل داشته باشه، پرگل باشه، در نهایت یک تیم قهرمان بشه، هوادارهای اون تیم هم خوشحال بشن. اینم از این. الان بریم خلاصه بازی استقلال رو ببینیم با رقیبش. هر دو اتفاقا دو تیم، یعنی استقلال و پرسپولیس، موفق شدن با اقتدار رقیب‌های خودشون یعنی هوادار و نساجی رو از پیش رو بردارن و شکست بدن. دوستان خوش سلیقگی کردن، آنالیز بازی استقلال با رقیبش رو آماده کردم، به اتفاق می‌بینیم و برمیگردیم. و مهمانای عزیزی هم قراره که از دو تیم دوست داشتنی و محبوب پایتخت استقلال و پرسپولیس به جمع در ادامه اضافه بشن. بفرمایید. در بازی استقلال مقابل نساجی، هافبک‌های استقلال در نقش‌های مشابه بازیکنان اروپایی بازی کردند و همین تاکتیک اونا رو راهی فینال کرد. پاس‌های پیشران توپ رو به خط حمله ی هافبک می‌رسون. رضاوند مثل یک رام دویتر یا جستجوگر فضا در خط هافبک و حمله سرک می‌کشید و مهدی پور کمی عقب‌تر بود تا به پخش توپ کمک کنه. وظیفه چشمی کانترپرس بود که در صورت شکست نساجی خودش رو به دروازه حریف می‌رسوند. گاهی هم رضاوند در کناره‌ها سرک می‌کشید و مهدی پور به خط حمله اضافه می‌شد. همین کانتر پرس چشمی موجب شد تا توپ به قائدی برسه و کورنر منجر به گل به دست بیاد. نه
نساجی پرس رو در کناره‌ها انجام میداد تا توپ در کناره‌ها به وینگرهای استقلال نرسه. در این صحنه احمد موسوی دور از دسترس چشمی فرار رو آغاز میکنه تا رضا جعفری در فضای پشت این هافبک استقلال خطر ایجاد کنه. این بار به جای چشمی رضاوند در کانترپرس موفق میشه و همین کانترپرس باز هم گل دیگه ای رو برای استقلال به دنبال داره. در نیمه دوم نساجی دوبار فشار رو در کناره ها کم میکنه و هر دوبار استقلال به گل میرسه. یک بار با رسیدن توپ به منطقه 14 و بار دیگه با نفوذ به فضایی که فولبک چپ نساجی رها کرده. متشکرم و ممنونم که ما رو تماشا میکنید. تو بخش قبلی اشاره کردم که دو مهمان بسیار عزیز داریم، محمد نصرتی و آرش برهانی. مربی، بازیکن و پیشکسوت رو هم اجازه بدید اضافه کنم. سلام، خیلی خوش اومدید. به نام خودم منم عرض سلام دارم خدمت شما های توتونچی و همه همکارانتون و مردم عزیز و شریف ایران. شب بخیر میگم در خدمتتون هستم. متشکرم آقای برهانی. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیزتون. شب بخیر میگم، امیدوارم که همیشه خوب و سلامت باشن بینندگان عزیز. خیلی متشکرم از حضورتون. یه دوستی همین هنوز برنامه شروع نشده با شماره ناشناس پیام داده که از این هستش رو سکوها میخونن استقلال قهرمان میشه، خدا میدونه که حقشه. و کلا ممنونم که ما رو تماشا میکنید و آقای نصرتی، آقای برهانی، ممنونم که دعوت برنامه رو قبول کردید. اگر موافق باشین همین ابتدای برنامه بریم سراغ این که شانس کدوم تیم با توجه به تمام اتفاقاتی که پیش اومده و اینکه اساساً قرمزها و آبی‌ها انگار بیتاب بودن برای اینکه دوباره با همدیگه رقابت داشته باشن. همین هفته بازی برگشتشون بود و بعد قهرمانی پرسپولیس و الان دوباره تو جام حذفی مقابل هم. شانس کدوم بیشتره آقای نصرتی، آقای برهانی؟ خب اگر بخوام به صورت کلی بگیم، خب قطعاً جذابیت فوتبال مخصوصاً دربی‌ها به غیر قابل پیش‌بینی بودنشه و این بازی هم از این قاعده مستثنا نیستش. ولی اگه بخوام به جز در مورد همه نکات صحبت بکنیم خب زمان میبره، ولی کلی بخوایم حساب کنیم، همین که این بازی غیر قابل پیش بینی، از طرفی خب فشار روی استقلال به مراتب بیشتر از پرسپولیس به واسطه اینکه اونا خب دربی رو توی لیگ از دست دادن و همچنین قهرمانی رو از دست دادن. حالا ببینیم این فشاری، حالا ببینیم این فشاری که هستش باعث میشه اونا با یه انگیزه بیشتر، با یه اشتیاق بیشتر، با یه انرژی بیشتر کارو پیش ببرن، یا اینکه اون فشاره باعث میشه استرس بهشون غالب بشه، انرژیشون تحلیل بره. اینو فکر کنم اون 7 8 دقیقه از بازی بگذره میشه نگاه کرد توی شیوه بازیشون، توی عملکردشون. ولی اگه کلی بخوام بگیم اینجوری، حالا اگه بخوام در مورد جزئیات صحبت کنیم حال به مرور در موردش صحبت می‌کنم. حتماً هواداری دیگه هم نوشته پرسپولیس قهرمان میشه، خدا میدونه که حقشه، خدا میدونه که حقشه. به حال این فضای هواداری آیه برهانی، آیه نصرتی جذاب دیگه، این کلکلا و کوریایی که قبل از بازی، حالا پیشتر هم دیده بودیم دیگه، مثلا یه شب دو شب قبل از اینکه بازی شروع بشه میادن استادیوم و زمان شما که اینجوری بود، حالا الان کمتر شده. من بازی قبل، دربی قبل رفتم ورزشگاه. خب دو تا تیم از لحاظ فنی شرایط خیلی خوبی داشتن به نظر من. استقلال و پرسپولیس دو تا از تیمای خیلی خوب امسالمون بودن که فوتبال زیبایی بازی میکردن، ابزار داشتن، واقعا بازیکنای با کیفیت زیادی هر دو تا تیم داشتن. خب انتظار میرفت که یه بازی خوب و زیبا ببینیم، بازی ببینیم که دیدیم اصلا، یعنی شما اگه میرفتین یه بازی پایه رو نگاه میکردین چهار تا چیز میدیدین، یه چهار تا کار ترکیبی میدیدین، چهار تا. ولی متاسفانه این دربی
اصلا نشونهایی از تیمایی که پر از بازیکن خوب و با کیفیت و دو تا مربی بسیار خوب، آقای ساپینتو و آقای گل محمدی، دیگه تو این فصل نشون دادن که چقدر توانمندن. اصلا نشون از این قضیه نبود و همینجوری که محمد آقا میگه اصلا نمیشه پیش بینی کرد. دربی یه بازی کاملا جداست و مثل بازی قبل هر کی از اشتباهاتش استفاده کنه میتونه برنده، یعنی تأثیر دو بازی قبلی رفت و برگشت 22مین دوره لیگ برتر فوتبال رو نخواهد داشت. یعنی یه تک بازی، تو درست جام از یک تک بازی، از یک منظر فنی دارم میگم، اما دیدین یه سری از بازی تاثیرگذاره، آقا باخته برده. خب الان تو لیگ برتر پرسپولیس برگشت برد، رفت هم که بازی مساوی شد، یعنی دست بالاتر رو پرسپولیسی ها دارن. میخوام بگم این بی تاثیره پس. بله بی تاثیره، ولی حالا محمد آقا الان چون جام حذفیه و بعد یه برنده داشته باشه، شاید دو تا تیم بیان یه ذره بهتر بازی کنن، از این ور برعکسش هم هست، شاید بیان یه ذره محتاط‌تر بازی کنن که اول گل نخورن و بعد بیان بازی رو به دست بگیرن. امیدوارم که یه بازی خوب ببینیم، چون توقعی همه طرفدارا از این بازیکن‌ها، از این کادر و این دو تا تیم بزرگ اینه که یه بازی خوب ببینیم. شما دربی‌های کشورهای دیگر رو می‌بینیم، شهرآوردهای کشورهای دیگر، آره شهرآورد بگیم، شما دربی‌های کشورهای دیگر می‌بینید، یه بازی قشنگ جوندار میشه، اصلا جز بهترین بازی‌های لیگ همون کشور. ولی آینه تمام نمایی فوتبال تو اون لیگ میشه همون شهرآورده دیگه، مثلا دربی دلمدونینا تو ایتالیا، اینتر و میلان. نکته خیلی خوبی اشاره کردی، مثلا تو بارسلونا. ولی متاسفانه یعنی اگه یه خارجی بیاریم این دربی رو ببینی و یه همچین فکری هم داشته باشه، میگه لیگ ایران چقدر بی‌کیفیته. حالا امیدوارم فردا یه بازی خوب ببینیم. و از یه طرف هم همینجوری که محمد آقا گفت، شرایط استقلال یه ذره ویژه تر از این بابت که باید امسال حالا یه جام بگیره و این بایده یه بار اضافه است روی تیم، روی بازیکنان. و من امیدوارم از لحاظ ذهنی بازیکنان به یه آمادگی خیلی خوب رسیده باشن که بتونن فردا این قضیه رو حذف کنن و راحت کار خودشون رو کنن. بازی معمولی خودشون اگه انجام بدن، به نظرم از لحاظ فنی استقلال میتونه بازی رو ببره. خیلی هم خوب، محمد نصرتی در قامت مربی روی نیمکت تراکتور هم با پرسپولیس هم با استقلال در این فصل بازی کرد، کدوم یکی؟ از نظر فنی میخوام تحلیلت رو بشنوم. خب همون دیگه، حالا اگر بخوایم آقای توتونچی حالا به جز و مشخصا در مورد همه خطوط استقلال و پرسپولیس صحبت بکنیم و در مورد نفراتشون، واقعیت اینه که این استنباط شخصی منه، استقلال به لحاظ مهره های تأثیرگذار به نظر من از پرسپولیس بهتره، چون بازیکنایی دارن که واقعا تأثیرگذاریشون توی طول فصل نشون دادن و بازیکنان که شاید بگم توی یه سری از بازی شاید بتونن یک تنه بازی ها رو به اصطلاح ما فوتبالی در بیارن. ولی به لحاظ تیمی و تاکتیکی، اون قالب تاکتیکی تیم پرسپولیس من فکر می‌کنم خیلی بهتره، با توجه به اینکه این بازیکن‌ها چند سال کنار هم بازی کردن، سرمربیشون آقای گل محمدی با این بازیکن‌ها کار کرده. حالا فکر می‌کنم به لحاظ شناختی خیلی خوب تونسته بازیکن‌ها رو هم به لحاظ روحی، هم به لحاظ روانی، هم به لحاظ اخلاقی بشناسه، حالا مسئله فنیش به کنار، و اون قالب تاکتیکی رو پرسپولیس پیدا کرده و به اصطلاح تیم‌تر نسبت به استقلال. ولی شما اگر گلایی هم که حالا پرسپولیس تو طول فصل زده با گلایی که استقلال تو طول فصل زده قیاس بکنید، می‌بینید که کارهای ترکیبی تو پرسپولیس بیشتر بوده به نسبت، ولی خب توی استقلال یه سری گل‌ها خلاقیت فردی بازیکنشون بوده. و در مجموع حالا همونطور هم که آرش گفت، امیدواریم یه حالا فارغ از این دربیایی که همه ساله بوده و اتفاق افتاده، یه دربی خوب ببینیم، جذاب ببینیم، حداقل اون تماشاگرایی که حالا توی استادیوم مثلا لذت ببرن، یا اون تماشاگرایی که حالا از گیرنده‌ها دارن بازی رو می‌بینن لذت ببرن. چرا نباید ما خودمون قیاس کنیم با کشورهای صاحب سبک فوتبال؟ یا کشور اصلا صاحب سبک نه، کشورهایی که اصلا دربیاشون یه دربیای پرگل میشه، دربیای جذاب میشه، کسی اصلا به داور کاری نداره، تمام تمرکز بازیکن روی کار فردیشونه، کار گروهیشونه، کار تیمیشونه، کار تاکتیکیشونه، با یه انرژی انگیزه خاصی بازیشون انجام میدن و انرژیشونو صرف نمیدونم کلکل با داور یا با تیم حریف نمیزنن، فقط متمرکز میشن روی کار تاکتیکی خودشون، کارشونو پیش میبرن.
و میگم اگر حالا نمیخوام اسم ببرم، پرسپولیس بتونه همونطور که تو بازی قبلی دو تا از مهره‌های کلیدی استقلال تو فاز حمله رو تونست مهار بکنه، حالا یا با پوشش بود یا با حالا چینششون اون استراتژی که داشتن. منظورتون قائدی و محبیه دیگه، اسم ببرید دیگه. بله دیگه، مخصوصا قائدی که به عنوان کارشناس به حال همه از محمد نصرتی، آرش برهانی این انتظار رو دارن که بشکافن دیگه. یعنی من بشینم اینجا بشکافم بعد سوء تفاهم پیش میاد، یه سری میگن آقا استقلالی، سری میگن پرسپولیسیه. ولی خب مهار کردن قائدی و محبی که انصافا اون... تو فاز حمله مهدی قائدی، محبی و ارسلان بود که دیده شد. ارسلان مطهری خیلی خوب با هم دیگه هماهنگ شدن. خب همونطور که شما اشاره کردین، خب ما تو بازی که با تیم تراکتور در مقابل تیم داشتیم خوب آنالیز کرده بودیم، میدونستیم و اینا انصافا بازیکن خیلی خوب و تاثیرگذارن. البته ناگفته نمونه تیم پرسپولیس هم تو فاز حمله واقعا بازیکن خیلی خوب و شاخصی داره، حالا با اضافه شدن عیسی آل کثیر حالا بعد از سپری کردن دوران مسئولیت. به نظر میاد که آرش، حالا تو هم مهاجم هستی، در مورد این صحبت میکنی، به موقع هم اضافه شد، گلای سه امتیازی خوبی زد برای گرد. نه عیسی هم بازی من بوده، واقعا یه بازیکن خیلی خوب و با انگیزه است. یه سری فاکتورها داره که مخصوصا اون ضربات آخر رو خیلی خوب میزنه که به عینه ما دیدیم توی بازی که گذشته. ولی میگم در مجموع اگر بخوام یه صحبت کلی بازم بکنم، اینه که استقلال تو فاز حمله به نسبت پرسپولیس شاید یک کمی بهتر باشه، ولی اگه بخوام تیمی و کلی نگاه کنیم پرسپولیس تیم تر نسبت به استقلال. خیلی هم خوب، در مورد مهاجمی صحبت کردیم، آرش برهانی هم خودش مهاجم بوده، دوستان وارد بحث بشه، سجاد شهبازاده، ارسلان مطهری و پیمان بابایی. یه مقطعی من خاطرم است بعد از اون دربیه میگفتن آقا، البته که پیمان بابایی بازیکن خوبی، ما داریم فنی صحبت میکنیم، یه سری از کارشناسا پیش استفاده گفتن آقا اگه ارسلان، خاطرت هست دیگه بعد از بازی، اگر ارسلان مطهری مثلا به جای پیمان بابایی اون مثلث قائدی، محبی و ارسلان بود، شاید نتیجه اتفاق شکل دیگری میگرفت. دوستان در مورد این موضوع صحبت کنی، نظرت چیه در مورد مهاجم استقلال؟ الان هم قائدی، محبی و ارسلان جزء مهاجمای آماده لیگمون هستن. این ستا الان خیلی هم خوب تغذیه میشن. آقای توتونچی، هافکای استقلال الان آقای ساپینتو به نظرم یه ترکیب خیلی خوبه، توپگیر و پاسور، یعنی تمام خصوصیتایی که یه خط هافک خوب باید داشته باشه ستا بازیکن خط هافک استقلال داره و خیلی خوب اینا رو تغذیه میکنن. و بحث خیلی مهمی که این روزها ما استقلال می‌بینیم که توش خیلی موفق‌تره، پرسی که استقلال می‌ذاره و اون جلو توپو می‌گیره و خیلی راحت قائدی، محبی، مطهری رو تغذیه می‌کنه. حالا آرش اگه بخوایم مشخصا خیلی سریع به یک جواب برسیم، پیمان بابایی یا ارسلان مطهری؟ سلیقه است البته که فوتبال. دربی ارسلان خب خیلی دربی بازتره. بله، خب این مهمه. این مهمه توی دربیا، به قول شما دربی باز باشه. تجربه‌ای که ارسلان داره به نظرم خیلی کمک میکنه به استقلال و من به نظرم با تجربه‌ای که از بازی قبل آقای ساپینتو به دست آورد فردا از ارسلان استفاده میکنه و خیلی هم میتونه کمک حال استقلال باشه. ارسلان علاوه بر این که حالا موقعیت سازی میکنه و خوب خودش تو موقعیت قرار میده، خیلی خوب اون جلو دوندگی میکنه و پرس میذاره. پس از نظر آرش برهانی تنها تغییر نسبت به آخرین بازی شهرآورد میتونه ارسلان مطهری باشه در بازی پیشرو که فردا فینال جام هست. بله، البته بازی قبل بخوایم برگردیم بهش، یامگا خیلی بد موقع مصدوم شد. خب یامگا راست استقلال که برگشته به ترمینال، برگشته من نمیدونم الان آماده باشه و بتونه فردا از ابتدا کمک کنه. یامگای مهره‌ای بودش که خیلی روش اتکا میکرد استقلال و کارهای ترکیبی که از راست، حالا الان محمد آقا میگه کارهای ترکیبی که پرسپولیس انجام میداد خب بیشتر بود، به خاطر این بودش که دوتا دفاع میومدن توی حمله و اون کارهای ترکیبی و مثلثا رو به وجود میومدن و یامگا توی استقلال این کار رو خیلی خوب انجام میداد و وقتی که استقلال از وجود یامگا محروم شد، ما کارهای ترکیبی از سمت راستمون هم خیلی خوب کمتر شد، حملاتمون از راست خیلی کمتر شد و خیلی تاثیرگذار بود یامگا اگر بود توی دربی قبل.
حالا الان ایشالله که رسیده باشه و آماده باشه. در مورد حالا محمد نصرتی وسط هم بازی کرده، ولی ما الان میخوایم محمد نصرتی تو پست دفاع چپ ببینیم، پستی که نعمتی اتفاقا تو بازی برگشت شهرآورد بزرگ پایتخت بهترین بازیکن زمین هم شد. خب ببینید آقای نعمتی بازیکنی که واقعا تو فاز دفاع خیلی قدرتمنده، به واسطه اینکه خب تو یه برهه‌ای هم دفاع مرکزی هم بازی میکرد، واقعا دفاع قدرتمندیه، خیلی خوب پوشش‌ها رو انجام میده، به اصطلاح یک در مقابل یک کار خیلی خوب برنده میشه، قدرت سرزنی خوبی داره. تو فاز حمله هم بعضی وقتا همونطور که آرش گفت این نکته‌ایه که تیمایی که یحیی گل محمدی سرمربیشه این خصیصه رو به نحو احسن انجام میده، اینکه دفاع چپ و راستشون تو فاز حمله خیلی خوب شرکت میکنن، برتری عددی ایجاد میکنن که بتونن به گل برسن. این نکته‌ای بود که آرش هم بهش اشاره کرد. حالا تو یه برهه این علی نعمتی کمتر بازی میکرد، ولی الان داره بیشتر بازی میکنه، به نظرم داره خیلی خوب و مثبت هم داره بازی میکنه. و گفتم چون اون قالب تاکتیکی که مد نظر گل محمدی هستش تو تیم جا افتاده، با تغییر یکی دو مهره خیلی به مشکل بر نمیخورن. نعمتی سابقه گلزنی در شهرآورد هم داره؟ بله داشته، توی ضربات ایستگاهی تو ست پیسا اضافه میشه و میگم با توجه به قدرت سرزنی و اون تایمینگی که داره و اون جایگیری که داره خیلی هم گلای هفته آخر لیگ هم گل اول رو زد مقابل نساجی و مسیر رو فراهم کرد برای قهرمانی پرسپولیس. خیلی متشکرم، ممنون. ما رو همچنان تماشا کنید، ما چند تا اسکایپ جذاب هم داریم که یکیش میلیچه، بازیکنی که محبوب استقلالی هاست و البته که از پرسپولیس هم داریم، آقای ربیخا که به تازگی هم از دنیای فوتبال خداحافظی کرده و اساسا اگر ما رو تماشا کنید تا انتها حوالی ساعت 21:30 دقیقه چیزی رو از دست نمیدید. اما در فصل 8 برنامه شب‌های فوتبالی همراه داریم اپلیکیشن فام که جوان‌های نخبه نابغه و درجه که ایرانی هوش مصنوعی رو در این اپلیکیشن پیاده سازی کردن. کافیه تلفنتون رو بردارید و با فام حرف بزنید، عدد 1 رو به 9289 ارسال کنید، یه لینک براتون میاد و وقتی که لینک براتون اومد رو لینک میزنید و کلی کار جذاب انجام میدید. پس عدد 1 رو به 9289 ارسال میکنید، لینک میاد و وارد اپلیکیشن که شدید میتونید کارت به کارت کنید، پرداخت قبض داشته باشید، خرید بسته اینترنتی و شارژ و چه و چه و چه کلی کیف کنید. اینم از این. بریم آنالیز بازی پرسپولیس هوادار رو ببینیم، برگردیم در خدمتون باشیم. بفرمایید. پرسپولیس در این فصل از خط حمله خطرناکش نهایت استفاده رو میبره و مقابل هوادار به خوبی از کارهای ترکیبی خط هجومی استفاده کرد تا به فینال جام حذفی برسه. با پاس‌های پیشران توپ به مهاجمینی می‌رسید که نسبت به بازی‌های قبل به هم نزدیک‌تر بودند تا از فضای بین مدافعین استفاده کنن و به دروازه حریف برسن. پرسپولیس با همین روش یک پنالتی به دست آورد تا گل اول به ثمر برسه. اما بازیکنان هوادار در هنگام پخش توپ به اندازه کافی باز نمی شدن و این عدم گستردگی فشردگی پرس پرسپولیس را راحت می کرد. همچنین در پرس هوادار هافبک‌های این تیم به دلیل یارگیری نفر به نفر امیری که عقب اومده بود را رها می کردند. هوادار سعی داشت از کناره ها حمله کنه، اما در تقابل های یک به یک شکست میخورد. پس در نیمه دوم پرس رو فعال تر کردن تا بیرانوند مجبور بشه توپ رو به مرکزی ببره که با تجمع بازیکنان هوادار تله پرسی بود تا توپ رو از حریف باز پس بگیرن.
در ادامه مالکیت هوادار، عدم پرس باعث شد تا سپهر روزی طلب بدون مزاحمت و پرس حریف توپ بلند ارسال کنه تا کورنر منجر به پنالتی برای هوادار به دست بیاد. از مدافعین حریف میگریزه، گل سوم رو هم به ثمر میرسونه. خیلی متشکرم که شب‌های فوتبالی رو تماشا می‌کنید. در خدمت محمد نصرتی و آرش برهانی هستیم، مربی و پیشکسوت باشگاه پرسپولیس و استقلال. داشتیم الان صحبت می‌کردیم، به این جمع‌بندی رسیدیم که آقا برگ برنده شهرآور در فینال جام حذفی عیسی و مهدی هستن، میتونن یعنی باشن. دروازه‌بان‌ها عیسی بهرامند یا سید حسین حسینی میتونن باشن. هوادارا رو سکوها میتونن باشن. تغییر تاکتیک، تعویض‌های احتمالی، چه چیزی فکر می‌کنید میتونه برگ برنده در شهرآورد فردا باشه؟ خب ببین آقا متی، هر کدوم از این عناصری که شما گفتین به نوبه خودشون میتونن تاثیرگذار باشن. خب یه سری بازیکن‌ها هستن، بازیکن‌های واقعا با کیفیتی هستن، گفتم میتونن شاید بگم تو لحظات نتیجه بازی رو تغییر بدن. حالا تو پرسپولیس عیسی آل کثیر با اون گلی که تو دربی قبل زد، مهدی ترابی هستش که بازی با گلگهر فوق‌العاده کار کرد، گلای خیلی زیبا و جذابی زد، اصلا به شخصی از این گلا ندیده بودیم، یا به قول شما مهدی عبدی، یا بازیکنای دیگه هر کدومه. حالا اگر محمد عمری بازی کنه تو یه برهه واقعا فوق‌العاده داشت ظاهر می‌شد. از اون طرف توی استقلال اگه بخوایم بازیکن ها رو بگیم، خب خود مهدی قائدی، محبی، ارسلان، حالا توی دربی قبلا صابر گلزنی داشته باشه، یا بازیکن‌های دیگه، خط هافکشون رضاوند، یا هر کدوم. ولی اگر بخوام حالا به خود تفکرات مربی نگاه کنیم، به ایده‌هاشون، به استراتژی‌هاشون، اونم میتونه یه درصدی باشه. خود هوادارا خیلی میتونن تاثیرگذار باشن به واسطه اون جوی که توی استادیوم درست میکنن، اون حمایتایش که دارن، همه اینا دست به دست هم میده که اگر اینا با هم دیگه دنبال یک درک کلی باشن، یه درک عرض کنم واحد باشن، میتونن به نتیجه برسن، مثل یه زنجیر به نتیجه برسن که بتونن اون هدفشون که برد باشه تو این بازی و قهرمانی بهش برسن. این نظر من. برهانی برگرنده، ببین من همینجوری که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، توی دربی مسائل ذهنی خیلی مهمه. پس یک روحی روانی، بله، فاکتور روحی مهمی، روانی خیلی مهمه. و فردا به نظرم هر تیمی حتی آرامش بیشتری داشته باشه میتونه کاراشو خیلی بهتر پیش ببره. خب دو تا تیم بازیکن‌های تاثیرگذار خیلی خوبی دارن و میتونن سرنوشت بازی رو عوض کنن. به نظر من اگر فردا آرش رضاوند بتونه آرش همیشگی باشه، آرشی که توپگیره، آرشی که خیلی خوب توپا رو، و تو دوره ساپینتو احیا شد آرش، بله، اصلا من یه روز رفتم پیش آقای ساپینتو و آرش اومد گفت نیو آرش، یه بازیکن جدید آرش. واقعا هم همینطوره، آرش واقعا متحول شد، یه بازیکن خیلی خوب از لحاظ فنی بود که یه ذره مشکلات حالا حاشیه اینا نذاشت که تواناییش نشون بده توی مقطع از زمان. ولی آرش میتونه اون وسط با توپگیریاش، با دوندگیش خیلی مثمر ثمر باشه و بتونه یه برگ برنده باشه واسه تیم استقلال. خیلی هم خوبه. در مورد عیسی هم از اون ور، حالا ببخشید، خواهش می‌کنم، عیسی هم از اون ور که تازه اومده، خب بازیکنی هم که تازه انگیزه میاد. داره، بله، انگیزه داره، تشنه بازیه و یه حسن دیگه هم داره، اون مسائل حاشیه‌ای که توی بازی‌های قبل بود و درگیری یه فصل داره بازیکن، خب عیسی کمتر داره و الان دوست داره فقط بیاد بازی کنه و این خیلی کمک کرده به خودش، به تیمش و میتونه عیسی بازیکن مثمر باشه. در مورد البته سروش اینا هم خوبه، سروش من خیلی بازیشو دوست دارم. نخواه میخوام بگم به حال یکی برگ برنده شهرآورد یکیه دیگه، یعنی مثلا میگه دروازه‌بان عجب سیوی داشت، مثلا خوب یک به یک گرفت. چون من یه مطلب بگم در مورد دروازه‌بان صحبت کردین، بازی قبل اصلا میگم دو تا تیم انگار یه تیمای دیگه بودن. حسن تیم استقلال و پرسپولیس بازی از عقب بود، یعنی بیرانوند خیلی خوب از عقب شروع میکردن بازی سازی میکردن، بازی با پای خیلی خوب داره
حتی اگه تیم بیاد جلو میتونه توپای خیلی خوب توی فضا به بازیکنایی که شرایطی خوبی دارن بده. همینورم حسینی خیلی بازی با پای خوبی داره. با گل اول و دوم جام جهانی اون بودن. بله و این دوتا تیم سبک بازیشون توی لیگ اینجوری بوده که میان لاین لاین میان جلو، خط خط میومدن جلو. ولی ما تو قبل بازی قبل اینو ندیدیم. اصلا خیلی کم اتفاق افت. امیدوارم فردا این دوتا تیم مثل بازی قبل بازی کنن، یعنی این از این خصوصیت فنیشون و تاکتیکیشون خوب استفاده کنن، باعث زیباتر شدن بازی ها میشه. بیرانوند من الان یه لحظه داشتم میدیدم، فکر کنم حالا ما صدا رو نشیم، فکر کنم در مورد بازی با پاش داشتیم صحبت کنم، من دقیق نمیدونم، ولی البته که با سر هم بازی سازی از بیرانوند دیدیم. خب این خیلی پوهن، خیلی یه الان فوتبال روز دنیا رفته. آقا مهدی ببخشید، بعد از اینکه خب علیرضا رفتش اروپا، بعد از اینکه از اروپا برگشت، واقعا این بازی با پاش، چون اونجا واقعا فوتبال اینجوری که الان فوتبال مدرن و دروازه‌بان مدرن دروازه‌بان میخواد که بتونه مسلط باشه به بازی با پا. علیرضا بیرانوند بعد از اینکه رفت اروپا، از اروپا برگشت، مسلط شده کاملا به بازی با پا، کامل بازی سازی، ساخت بازی رو خیلی خوب بازی آره ساخت بازی رو اصلا بازی قبل ندیدیم، نه از بیرانوند نه حسینی، دقیقاً ساخت بازی رو از عقب زمین دارن انجام میدن، حالا به شرطی که کیفیت چمن هم چمنای مناسبی باشه که حالا آزادی داره دیگه، سرمون داره آزادی داره. حسینی هم بازی با پاش خیلی خوب شده، بهتر شده، یعنی من بازی به بازی پیشرفت یعنی توقع آرش برهانی محمد نصرتی اینه که دروازه‌بان‌های ما هم چون نزدیک داریم میشیم به استانداردهای بین‌المللی، بازی سازی رو از همون یا بیلد اپ پلینگ از درون دروازه، فوتبال مدرن این رو میطلبه. آقا متی اگر این نباشه دروازه‌بانا که دروازه‌بانی که نتونن بازی با پرو بازی با مسلط باشن کم کم دیگه کنار گذاشته میشه. خیلی هم متشکرم آرش برهانی. آها در مورد ساپینتو اینو می‌خواستم بپرسم، بعد در مورد تعداد بازی‌های جفتتون هم وارد بحث بشیم، که اشاره کردی به ساپینتو. خب هیجانات ساپینتو رو ما می‌ذاریم کنار، یه سری میگن آقا خوبه به اندازه است، یه سری میگن نه اصلا بده، یه سری میگن نه خوبه بیش از اندازه است، هر کسی یه جوری داره با توجه به منطق خودش تحلیل میکنه. اما میخوام ببینم شما در مورد مباحث فنی ساپینتو نظرتون چیه، تمدید کنه نکنه؟ خب استقلال روشی که داره بازی میکنه، سبکی که داره بازی میکنه، واقعا هوادارا لذت دارن میبرن، تمام این کارا رو ما داریم میکنیم واسه اینکه هوادار اونو خوشحال کنیم. من الان تعجب میکنم کلی الان آدم آوردیم و بردیم، ولی مثلا اصلی ترین کار اون که الان تمدید قرارداد آقای ساپینتو انجام نشد. میتونست این قرارداد قبل از این بازی جام حذفی انجام بشه، صورت بگیره تمدید. پس شما موافق تمدید ساپینتو هستید؟ من از نزدیک دارم میبینم چقدر داره زحمت میکشه، فکر میکنم 8-9 ساعت وقت میذاره واسه تیمش، با تک تک بچه‌ها صحبت میکنه، در مورد تمرین روزشون کلی میشینه صحبت میکنه که نیاز تیم الان چیه که تمرین. من اسمشو یادم رفته، جوون تو اسپانیاست، میره وسط زمین و شیرجه میزنه، از این کارا میکنه. خب ربطی به مسائل فنیش نداره. آرش برهانی هم لبخند همچین آروم نیست. نه میگم اون هر کسی یه جوری تیمشو کوچ میکنه، اصلا شاید اون باعث بشه که بازیکن‌ها بهتر و بیشتر تحریک بشن وقتی ببینن این همه مربیشون داره انگیزه میاره، انرژی میاره. خب اونا رو به نظر من بذاریم کنار، که حالا یه سریام یه روش خاصی هم داشتن، میگفتن که ساپینتو عصبانیه، بریم یه متلکی، حتی بعضی رفتن دیدم ساپینتو رو هول دادن انجام بدیم که اخراجش کنیم. حالا در مورد محمد نصرتی هم وارد بحث بشه، رو نیمکت تراکتور بودی بازی آخرم، که آقا چه فاجعه نتیجه اصلا مقابل استقلال، و اینکه میخوام ببینم رفتار ساپینتو، حالا شب قبل دربی شاید خیلی هم خورده بگیرن آقا چیکار دارید به رفتار ساپینتو، ولی کلا داریم بحث میکنیم توی فضای تخصصی، یه شبکه تخصصی، یه برنامه تخصصی تحلیلیه، ولی میخوام ببینم شما به عنوان کسی که الان داری کار میکنی، مربی جوانی هستی، تو بالاترین سطح هم بازی کردی، چطور ارزیابی میکنی این هیجانات ساپینتو، شرایطش، کار فنیش؟ ببین حالا ما خیلی به اون پرسونالیتی حالا طرف، حالا آقای ساپینتو شخصیتش که هستش، ما شخصیتش خیلی کاری نداره، ما نحوهی که تیمش بازی میکنه، عملکردش رو توی زمین در مورد اون صحبت میکنیم و ارزیابی میکنیم. حالا به نظر من تو الان، حالا من خب تو جایگاه نیستم که خیلی نظر بدم، ولی به نظر من مربی بوده که خوب کار کرده، خیلی مشکلات بوده، الان هم که تازه همین امروز مصاحبه کردن که 7 ماه پول نگرفتن، با توجه به اینکه 7 ماه پول نگرفتن انصافا خوب کار کردن. ولی اگه من میخوام مشخصا در مورد تیم
خود اون آقای توتون چی صحبت کنم، تیم تراکتور منظورمه. خب ببین، ما فارغ از بازی آخر که حالا به دلایل مختلف، حالا اینجا نمیخوام در موردش صحبت بکنم، ما یه فصل خیلی خوب رو از زمانی که خمز اومدن واقعا پشت سر گذاشتیم. با توجه شنیدم اصلا عوض کرد دقیقاً. ببین اصلا اون تیم با تفکرات، با ایده، با استراتژی آقای بردیه فسته شده بود و یه سبک خاصی ایشون داشتن، یه روش خاصی، یه فلسفه کاری خاصی ایشون داشتن. آقای خمز اومدن شاید بگم اصلا 180 درجه تغییر داشتش مثلا فلسفه شون، ایدئولوژیشون و اون نکاتی رو که توی بازی گوشزد میکنن. خیلی اصرار به های پرس داشتن، پرس از بالا بود، فشار بالا و اینکه زمانی که توپ داریم بتونیم با توپ کار بکنیم. یعنی اون چیزی که من اینو مطمئنم آرش زمانی که بازی میکرد یا خود من واقعا عاشق این بودیم که همچین مربیای بالا سرمون باشن، تمام تمریناتمون متنوع که بازیکن خسته نشه. واقعا امسال اینجور مربی وقتی ورود میکنن به فوتبال ما، هم باعث رشد و ارتقای فوتبالمون میشن، هم که واقعا تیما بهتر بازی میکنن. همینطور که بازم آرش گفت، خود استقلال هم شروع کرده به بازی سازی، همون بیلداپ از آخر زمین یا توی تایمایی از بازی های پرس بازی میکنن. خب این خیلی خوبه و اگر فوتبال ما دو همین مسیر رو طی بکنه، قطعا تو آینده فوتبالمون پیشرفت میکنه، فوتبال ملیمون پیشرفت میکنه، تماشاگرامون لذت میبرن و این فکر میکنم خیلی میتونه برای فوتبالمون مفید فایده باشه. خیلی متشکرم. ما بچه‌ها میدونید که یه مسابقه جذاب هم داریم، بیننده های عزیز ما هم شرکت میکنن، مسابقه فام کیو شو که حالا شب هم داریم. 10 تا سوال در مورد همین جام حذفی هم هستش دیگه، دربی فردا، و عدد 1 رو به 9028 ارسال کنید. اپلیکیشن اون لینکی که براتون اومد، حتما باید اپلیکیشن رو نصب داشته باشید. یه دونه بنر هست، وقتی اپلیکیشن رو نصب کردید رو اون بنر رو بزنید، وارد فام کیو شو میشید. مسابقه 5 میلیون تومان هم جایزه داره و البته که تقسیم میشه بین همه کسایی که اون 10 تا سوال رو درست جواب داده باشن. پس عدد 1 رو به 9028 ارسال کنید، لینکی که اومد نصب کنید اپلیکیشن فام رو و بعد تو مسابقه فام کیو شو شرکت کنید. این هم از این. و البته که دوستان ایستی به من گفتم متوجه نشدم یه لحظه. آها، خدمتتون عرض کنم که فردا فکر کنید کدوم تیم قهرمان بشه؟ سخته بخوایم پیش بینی کنیم. محمد آقا اصلا منو با داداش دوقلوم اشتباه میگی. اول که میگفت مجید، بابام اسمش مجیده. بعد گفت مهدی. آره، بعد گفت مهدی، الان دوباره داره میگه محمد. محمد آقا همکاره. نه، منو منظورش بود. من با محمد آقا نوشتم. با من حال گرفتم. من با محمد آقا نوشتم. آقا مهدی، ما یه مربی داشتیم ان‌شاءالله که هر جا باشه، حالا من و آرش چون با هم بودیم، آقای همایون خان شاهرخی فکر کنم اولین مربی بودش که ما رو بازی داد تو سن پایین، فکر کنم 18 19 17 18 سالگی. ان‌شاءالله هر جا که هستن سالم و سلامت باشن. ایشون یه کلید واژه‌ای داشت، یه جمله‌ای داشت که همیشه الان تو این ذهن من قشنگ نوشته شده، این بودش که هر تیمی، هر بازیکنی بتونه از لحظه‌ها، از لحظات به بهترین شکل ممکن استفاده کنه. چون الان شما این فوتبال دیگه خیلی مثلا تیما مثلا برتریشون نامحسوس شده، شما تو یه لحظه اگه از اون لحظه بتونید بهترین استفاده رو بکنید میتونید برنده بازی بشید، اگه استفاده نکنید بازنده بازی هستید. دقیقاً به خاطر همین، به خاطر همین این لحظات هستن که میتونن تعیین کنن سرنوشت قهرمانی رو. به نظر هر کس بتونه از لحظات، از اون جزئیات به بهترین شکل ممکن استفاده کنه میتونه فردا قهرمان بشه. البته من دوست دارم ان شاءالله فردا یه بازی پرموقعیت ببینیم. یه بازی ببینیم که دو تا تیم موقعیت‌های زیاد دارن، یه فوتبال خوبم ببینیم. بالاخره این دربیه، چون یه ذره حساسیت شاید جاهای دیگه هم انعکاس داشته باشه، حوزه خلیج فارس، جاهای دیگه. بالاخره امیدوارم یه بازی خوبه از آب در بیاد. و این نگفتین ولی یه چیز اضافه هم نیست، زیاد هم نیست، چون بازیکنایی که الان محمد میگه انتظار به حقی به بازیکنای تاثیرگذار این همه دارن، دو تا مربی واقعا آقای یحیی داره خیلی خوب کار یا ساپینو واقعا دیگه. آقا کدوم قهرمان میشن؟ من میخوام برم سراغ البته که آقای محمد نصرتی، خدا رحمت کنه آقای همایون شاهرخی. نه همایون خان ان شاءالله که سلامت مهراب باشه. آقای مهراب شاهرخی خدا زنده، خدا زنده. شما آقای همایون شاهرخی رو منظورت بود؟ همایون خان تو پاس همیشه شیره. بله چون جفتتون هم تو پاس بازی کردید. شما می‌خواستم یه عرض به خدمت شما برگردم به عقب و بگم آقا این پاسه که جفتتون هم توش بازی کردید خدا حفظ کنه،
آقای امانی شارخی رو، آقای مهراب شارخی رو خدا رحمت کنه. و البته که آره همیشه من یادم میگفت شیر همیشه شیره. یادتونه؟ بله. پاس همیشه پاس. پاس. آره این چیزو میگفت. جملات قصار زیادی داشت واقعا. خدا حفظشون کنه. آقا کی قهرمان میشه؟ کس نخورد پشت من. جز داخل انگشت. آره دقیقاً. یعنی میگه فقط بعد خودمون به فکر خودمون باشیم. این چیزا. کدوم تیم قهرمان میشه؟ ببین این طبیعیه، محمد دوست داره مثلا پرسپولیس قهرمان شه، منم دوست دارم استقلال قهرمان شه. و اگه بخوام یه حرفی بزنیم هوادارا من استقلالی ام و شاید بیشتر از محمد هم حتی دوست داشته باشم استقلال امسال یک جام بگیره که این جام آینده باشگاهمون شاید اصلا در خطر بندازه اگر نگیریم. الان دنبال بهونن که آقای ساپینتو الان موندن تا که آقای ساپینتو چیکار بکنه نکنه. یعنی این چیزای چیپ و کوچیک دیگه میدونی. یعنی الان یعنی الان نمیخوام بگم مدیریت، چون الان یه سری آدمایی هستن که دوستای منم هستن، نمیخوام حالا اسم بیارم، ولی ببین به فکر آینده استقلال شاید خیلیا نباشه. والا خیلیا نشستن دوست داشته باشن استقلال ببازه که حالا یه سری افراد و خودشون دوست دارم. خب این بده، من الان شاید خیلی بیشتر از محمد دوست دارم که تیمم ببره. یعنی آرش برهانی الان میگه آقا استقلال ببره که قرارداد ساپینتو این یه دلیلش، اگر ببازه این یه دلیلش به خاطر این که بتونه سال دیگه هم استقلال مدعی باشه و حتی اگر ببازه هم قرارداد ساپینتو تمدید بشه. این که 100% این که اصلا خواسته من و خیلی از هوا داره، ولی شاید یکی از دلایلش این باشه. من الان تعجب میکنم چی تا الان به فکر نبودن. خب یه بعضیا و بعضی از هوادارم هم این فکر رو دارن که ببینن نتیجه دربی چی میشه. الان ساپینتو که قرارداد داره 2 ساله است، فقط بند تمدیدش باید فرق کنه. میتونه میتونن بذارنش کنار، میتونن ولی خودش فرق کنه. چیزی که ببین 7 ماه یه مربی خارجی حرفه‌ای، شما دیدین آقای استراماچونی، من شنیدم سر 20 یورو امضا نمی‌کرد برگرو که اوکی بده. خب ببینین آقای ساپینتو مربی اون حرفه‌ای بود، آقای ساپینتو هم حرفه‌ایه، اومده با جون دل داره کار میکنه، 7 ماه نگرفته. اول حالا شما اینم نمیدونین چند وقت پیش گفته اول به بازیکنای من پول بدین، پول اومده بود میخواستن بدن که مثلا حالا دیگه صحبتی نه، گفته اول به بازیکن من بدین، همینو برین دلار رو ریال کنین بدین بازیکن ها که الان چند وقت پول نگرفتن. یه چند ماه پیش خب یه همچین مربی که اینقدر از خودگذشتگی داره، اینقدر به فکر تیمشه، به فکر موفقیت تیمه، خب خیلی ارزشمنده. حالا من اینو بگم تصدیق کنم برای 400 یورو دیگه خاطرتون هست دیر کردش؟ آره شما اصلا شما 4000 یورو اصلا میخوام بگم فضای فرهنگی دیگه. بله. یعنی میخوام بگم طرف از اون چیزی که طلبشه نمیگذره، ولی خب یه دونم اون حالا منظورم این بود که نگذشت. آرش من میخوام یه گریزی بزنم یه جور دیگه به این بازی و این دربی. من میتونم از شما خواهش کنم چون میخوای گریز بزنی یه جور دیگه نگاه کنی، چون حالا بحث ساپینتو یه بخشی دوستان خوش سلیقگی کردن آماده کردن از ساپینتو ببینیم، برگردیم از زاویه دید محمد نصرتی به دربی یا شهرآورد بزرگ پایتخت نگاه میکنی. موافقی؟ بله. بفرمایید. ضربه سر و گل باز هم ولسیانی. تا سه نشه بازی نشه، یه مساوی لحظه آخری در بازی رفت، یه باخت بعد موقع تو فینال لیگ، با حالا شهرآورد سوم برای طرح ادعا. پرسپولیس شایسته قهرمانی لیگ برتر نبود. جمله‌ای که ساپینتو بعد از قهرمانی قرمزها برای توجیه تبریک نگفتنش به زبون آورد. یه مسابقه با طعم انتقام و قهرمانی. انتقام شکست چند هفته پیش با البته کسب دومین جام برای مرد پرتغال. استقلالی ها با کمترین تلفات به فینال جام حذفی رسیدند. مهدی مهدی‌پور تنها غایب این تیم برای مسابقه فرداست. بازیکنی که این روزا دوباره به فرم ایدئال فصل قبل خودش رسیده بود، اما حالا باید جای خودش رو احتمالاً به سعید مهری بده که گفته میشه در لیست امیر قلعه‌نویی هم حضور داره. بهترین خبر برای هواداران آبی برگشت کوین یانگا به تمرینات گروهیه. بازیکنی که در شهرآورد برگشت مصدوم شد و یکی از دلایل افت کیفی تیم در نیمه دوم بود. حس انتقام بازیکنان استقلال حالا به یه تیغ دو لبه برای این تیم تبدیل شده. اونا انگیزه لازم برای پیروزی در فینال جام حذفی رو دارن، اما ساپینتو بهتر از هر کسی میدونه که این هیجان مضاعف میتونه بلای جون اونا هم بشه.
درست مثل همه دقایقی که در بازی برگشت شهرآورد از پرسپولیس عقب افتادن و هیجان غالب شده به ساق پاشون تمرکز رو از تیم گرفت و باعث شد تا اونا حتی تو ایجاد یه موقعیت گل 100% هم ناتوان بشن. از طرف دیگه قطعا استقلالی ها فشار بیشتری برای قهرمانی تجربه خواهند کرد. شاگردان یحیی تونستن لیگ رو فتح کنن و عدم قهرمانی در جام حذفی نمیتونه به عنوان یک شکست بزرگ براشون به حساب بیاد. ساپینتو که گفته میشه توافق اولیه برای حضورش در فصل بعد رو داشته، میخواد بگه پیروزی بزرگ به کشورش برگرده و اعتماد به نفس از دست رفته رو به تیمش برگردونه. کدام تیم قهرمان جام حذفی خواهد شد؟ گزینه یک استقلال، گزینه دو پرسپولیس. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره 30920 پیامک کنید. خیلی متشکرم. ارتباط تصویری ما با میلیش الان برقرار شده. سلام میکنم و ممنون که دعوت برنامه شبهای فوتبال رو قبول کردی. میلیچ صدای منو داری آقای میلیچ؟ هلو چویش نیمه میلیچ چویش نیمه هلو چویم و صدا بله بله صداتون رو دارم. خیلی هم متشکر. ما خاطرم هست تا زمانی که با میلیچ ارتباط میگرفتیم همش در مورد بدهی استقلال و میلیچ و اینا. الان کجای چی کار میکنی؟ خبری ازت نیست چند وقته؟ Nemate već jedno vrijeme, kaže, svaki put kada smo se čuli, govorili smo... Aj, Milić, sada je mano dari. Halo, gospodine Milić, čuješ li me? Čujem te, da, ali oko tebe je jako glasno, pa mi to... Aha, dobro, ja ću malo tiče. Kaže, svaki put kada smo prije se čuli, govorili smo o dugovima, a nemate već jedno vrijeme, šta ima novo, šta se radi? Pa evo ništa, prije svega... Pozdrav svim navijačima Estegala i svima koji vole Estegal. Ja sam trenutno u Budimpešti, inače sam ostao u nogometu. Čiza hasin iz khabere hasin iz qabl az hame salam khidmate shoma va hame binandegan be khusus tarafdaran Estegal. Upravo sam završio trenersku licencu za nogometnog trenera, tako da sigurno sad u nogometu najradnije ću se baviti. Ahiran, marahel darjaft morabigari futbolu tamom kerdam. I upravo sad sam u Budimpešti gdje sutra moj prijatelj Ivarak. Alon, Budimpešti astam. Dara miram piše iz dostanem. A svojom se vidim prozirom. Ke baziru tamasha konim unja. Khayli ham khub. Agaj Milić, Lige Iranu donbal mikoni? Pratishli Iransku ligu. Da, pratim. Donbal mikonam. Pratim Estegal. استقلال به خصوص. و الان میدونی که تو لیگ برتر پرسپولیس قهرمان شد و فردا فینال جام حذفی استقلال پرسپولیس. پرسپولیس و لیگ پرواک از سوترای اوتاک میسا از مجوی استقلال و پرسپولیس. دا، ناجالو زدنی 3-4 کولا استقلال نیم اسپیه پوبیت اوتاک میسا. متاسفانه ستا بازی رو استقلال نتونست برنده بشه. دا اسوی ناسلوف. البته نتونست این مقام رو بگیره. دا اسوی تروفی توی کوپو. الان این شانس رو داره که جام قهرمانی رو ببره. ایما ورلو دوبره شانس دا پوبیدی. باشه. به نظر من استقلال شانس خوبی داره. پردوش به اتاکمیسه میسه نچه بیت 1-0 یا 2-1 زا استقلال. فکر میکنم بازی 1-0 یا 2-0 به نفع استقلال تموم بشه. نتیجه رو هم پیشبینی کردی؟ ما اینجا از آقای برهانی و نوستادی پرسیدیم. خیلی سخت بود براشون نتیجه بگن ولی خب پس 2-1 استقلال میبره. خب در ادامه؟ Time da treba naglasiti jednu jako neugodnu činjenicu, a to je da od 2018. godine u derbiju Estegal nije pobjedio regularnim dijelom, znači pobjedio je... Estegal natim na sebe bere?
ali mislim da je sutra dan kad će Estegalo. Ali be nazar men Estegalo farda šans khubi dare baraye Port. Bad kiya gol mizanan ay Milic? Koche dati gol pote. Mikham inam shenakhtari az bazikonay Estegalo. Poznaysh, koche Davidi dali poznaysh igrach. Nisam chu. Koche po tebi dati gol. Mikham dar etebat hasti ba bazikonay Estegalo am chenu kontaktu sa igrachima. Zadnji put sam bio rekao baš da bi volio da to bude budu dva moja bivša suigrača, a ovaj put neću govoriti ko da da gol, bitno da jeste ga zabije koji pobjede. Dakle, kad dar mora sobat kadam in bar ijaze bedit ke pišbini nakonam kudum bazikon qarar be nazar man gol bezanam. Dar mode setare Estegalo, setare in fasl Estegalo. Estegalo, šta misliš ko je zvijezda u Estegalo? A dobro, i u moje vrijeme kad sam ja bio... Kakti ke man uđa bazim Mehdi Taremi bu. Oko kojeg se puno dizala prašina i jedan... Ke hop, kredi gajda hojk mi kaj. Mislim da oni danas isto ima takav status, ali mislim da je najveća zvijezda ekipe kolektiv. Cijele ekipe i da to tako treba biti... Ben nazare man... ...glatno pojedinci. Tako da mislim kolektiv. Da je zvijezda ekipe, sam ekipa i njegove navijači. و همچنین هواداران تیم به نظر خیلی خوب با کی در ارتباطی آقای میلیچ اس کیم سی یو کانتاکتو پاچوئم سه ساعت 2 3 4 گراچا با دو سه چهار نفری ولی چوئم سه سفرمنا نا ریمه ای تاکوجه کاکو داری در تماس هستم با بقیه هم کوشا کومچ دا دا دوجه گرات اوجه اروپا اروپسکو مون سا بعضی بازیکن ها حالا در تلاش هستن که برن ترانسفر بشن اروپا برن میلیچ در مورد بدهی هم صحبت کنیم من یه جا شنیدم که تخفیف نسبتا خوبی هم داده بودی بالاخره مبلغ چقدر شد چه جوری شد این پرونده جمع شد نیستم از شما مارت این پنویت چو سم دستی دو دوبر پاپوست koji je bio zadnji iznos, po kojem iznosu je završeno sve. Dobro, mislim da je to džentlmenski dogovor, ja sam puno puta pokazao... Pa, mambo, man je džentlmen, sobat kjerdam, zakire kjerdam. Da možda i kod trener vratit u taj klub... Da, hal, in šanse go zaštem, ki morabi betun da tu tim karo pokonem, hodam vam betun da bergerdam. I dan danas kontaktiraju i... Emruz ham, bojšun dar tamas hastam, rabete je besjer dostane i daram. Klub, pogotovo navijači, tako da mislim da nije redu da se... Havodaron ham, bar man besjer mojem hastan. Ja sam pokazao da volim klub i meni to ne bi... Man nešun dadam, ki in timo heli dost daram. Tako da, eto. و این کل ماجراست. خیلی هم متشکرم از اینکه جواب دادی. سرمربی استقلال هم قطعا میشناسی ساپینتو دیگه. ساپینتو پوزنش لی شف ترنر استقلال. با اوسونو گنه پوزنم ولی شخصا نمیشناسم. اشتو رادیو پرتغال و سوئم تیم بیش برادرش که تو پرتغال کار میکنه آشنا شدم. کوی دای دینامیکو و ریتم اکیپی. اون با اون ایموسیا اینو مربی هستش که تیمو بسیار خوب هدایت میکنه. سرعت داده به تیم. آمادگی تیم رو بالا برده و چیزی که مهمه این هستش که تیم رو بسیار متحد نگه میداره و به نظر من فردا میتونه جام قهرمانی رو ببره. حالا اینکه شخصا این که شناخت نداری ما میذاریم کنار، ولی چون اشاره کردی در ارتباط هستی، بازی استقلال رو در لیگ ایران رو دنبال میکنی، میخواستم ببینم که نمایش استقلال تو این فصل چطور بوده، مثبت یا منفی. خیلی کوتاه ارزیابی چطور بوده؟ اوه سزون ایگرو کوی تو قای پروتینا. Znate šta, jako je teško dati neko generalno mišljenje. To svako uvijek ima. Sahte ke bohom je nazar kolji bedam. Drugče mišljenje. Ja mogu podijeliti svoje mišljenje. Mislim da je... Hvala be nazare man. Problem Estegalo, ne i ove sezone, već i prijašnjih sezona, te neke ključne utakle. Ne fakat in fas, velike fas hoj gozešte. Moram daći pa ocijeku noge i faktor sreće. Hvala, misli bozi konoša od zastod, va i šans hoj rohom od zastod. Ti je Persopolis pobjedio. Hvala, ti je. Isto bi volio vidjeti da se... Persopolis barande šut, va. Uvede neka vrsta vara, jer leo, gledam sa realne strane, ne neke navijačke, stvarno dosta propusta bilo zadnjih godina na račun Estegalo što se tiče penala. Estegalo je tu je penalti ha, bačansi ovo tada, ako bihom ne bi on vano tamošači, ali bihom fani bihom sobat bokonim. Ako se sutra osvoje kup, onda bi dao ocjenu vrlo dobro. Ako farto barande bese, barhal miše imtiaz khili khubi be Estegalo.
متشکرم. ipak najvažniji trofej u sezoni je taj prvenstvo. خیلی مهمه که بتونه یه مقامی توی این فصل داشته باشه. متشکرم. در مورد اسکوچیچ، سرمربی تیم جوانان کرواسی شد و اینکه تو جام جهانی قطر هم بازی آرژانتین کرواسی رو من تو من بودی با آقای اسکوچیچ و تو قطر بودی. الان هم که گفتی دارم کلاس‌های مربیگری رو میگذرونم. می‌خوام ببینم در آینده این اتفاق همکاری بین چون شما دو تا هست. بیفش ایزبورنگ دراگون اسکوچ شما ولیکی پریاتلی ماکو تو سه خیلی صمیمیه و خوب من هست. موی منتور کوی اد کوی سم پورو ناوچیو ای سیگورنو خیلی چیزا ازش یاد گرفتم و بسیار به من انگیزه داده. و در آینده هم ازش می‌خوام چیزای زیاد یاد بگیرم. تامی سه نی سیدلو تو کاکو سو سه u nogometnom savezu ponijeli prema njemu gdje je napravio povijest. Hvala raftari koji baš dar federacijom futbol šat izvijat, bar man džalev nabud. I jednostavno su ga dva mjeseca prije svjetskog prvenstva maknuli. Doma, kabla s Džome Džahani, kenareš ko zaštan? Nije ostvarila zacrtane ciljeve. Tako da se fanoj tim je meli natunest, na teđe gdje bojad mi gire to begire. To mi je drago, ali čujem se s trenom Skočićem i drago mi da sam upoznao takvu prvi prije svega osoba. Hvala Boga, je Skočić dar tamas, ja sam besijor hošadom ki boham čin šaksijeti dar tamas. Hvala mu čakir. و اینکه فوتبال ایتالیا سری آ با قهرمانی ناپولی به پایان رسید. تیم سابقت و میخوام مشخصا احساست رو در مورد این قهرمانی ناپولی بدونم. دزنم ککوی توی اوست چای پره ما تو مشتوی ناپولی پستو پرباک. Pa reći vam sad jednu stvar, koju god riječ upotrijebio, šta god rekao, ne može se opisati to što se događa trenutno u nama. Znači, begam, da, baz ham nemitudam tasvire kamelja za etafogati ki dar Italije oftado, pa i on konam. 33 godine su poslije Maradona, oni čekali ovaj naslov, napokon su došli. Sio se sal dada z Maradona, montazira ham čin čizi vuda. Iako sam ja navijač jedne ekipe, برحال من طرفدار تیمی هستم که استقلال و ناپولی و هم استقلال هستم و هم ناپولی نایسترستونی نایلوجی نایپوسبنی کلوب یه سواکاکو ناپولی برحال ناپولی واقعا تیم بسیار حرفه‌ای هست دراگومی دا سو سوالی تو خیلی خوشحالم از اینکه تونستن این مقام رو کسب کنن بیچو نزدیک تکمیسی ساندوریوم و یک شنبه بازی آخر رو اونجا حضور خواهم داشت. دا پولدم تو لودیلو او گراد. و از نزدیک بتونم اینو دنبال کنم. خیلی متشکرم از میلیچ و آقای علیرضا ابراهیم بابت هماهنگی و آقای میلیچ متشکرم که وقت و زمانت رو در اختیار برنامه شب‌های فوتبالی قرار دادی. خدا نگهدارت باشه. والا پونو واما شتو شتو می‌کنم از شما. Što ste me pustili u emisiju i puno pozdrava mom prijatelju. Eđoze da ti forstatu vam dodi ki dar barname šerkijat konam. Ve salame. I tim ostale mojim prijateljima bišicu. Be šoma tamoše čem ve dostanom. Dar iro. Velike i toplu pozdrav svim na ekipima Estegala. Salame besior germ be bazikonan Estegalat be khusus ve havadaranish. متشکرم. خدا نگهدارت باشه. حالا ما آقای نوستایی تو بخش قبلی قبل از اون بخش ساپینتو رو ببینیم شما میخواستید از یک زاویه دیگه به شهرآورد نگاه کنید. در خدمت شما هستیم. بشنویم. عرض کنم که آقای توتون چی؟ خب با توجه به اینکه همه ما میدونیم حالا ما که بازی کردیم دربی به خودی خود حساسیت خودشو داره. بله. اینو همه میدونن. از سالهای قبل هم اینجوری بوده ولی این حساسیت نباید تبدیل به حساسیت کاذب بشه. من احساس میکنم این حساسیت کاذبی که اصحاب رسانه، البته این استنباط شخصی منه، اصحاب رسانه، حالا رادیو، تلویزیون، خبرنگار عزیزمون هی بهش میپردازن، مجازی، فضای مجازی احسن که جدیدن باعث شده که بازیکنان سعی کنن کوچکترین ریسکی رو نکنن. چون اگر شما ریسک بازی کنن، بله، شما اگر ریسک نکنی، جسارت نداشته باشی، ریسک نکنی بازی جذاب نمیشه. اون خلاقیت ها با توجه به ریسک میره بالا. و من فکر می‌کنم این میگم این حساسیت کاذبی که به وجود اومده باعث شده که شاید این بازی‌ها کم بیننده، یعنی کم فروغ باشه، جذاب نباشه. شما نکنید بازی استقلال تراکتور چجوری بوده تو سالیان گذشته، حالا چه زمانی که ما بازی می‌کردیم تراکتور پرسپولیس چجوری بوده، سپاهان تراکتور چجوری بوده، همش پرگل بوده، تماشاگرها لذت بودن. به واسطه چی؟ به واسطه این بازی به خودی خودشون
حساس بوده ولی حساسیت کاذب روش نبوده. حالا من چی بگم پرانتز باز کنم، من موافق اون بخش مجازیت هستم من. فضای مجازی، اما فضای حقیقی اینه که من اینجا نشستم، شما به عنوان پیشکسوت پرسپولیس، آقای برهانی به عنوان پیشکسوت استقلال نشستیم داریم در مورد یه بازی حساس تحلیل و بررسی می‌کنیم. این که اتفاق قشنگ اتفاقا شما میایید اینجا، این اتفاقا نه من میگم، ولی من میگم اون فضای مجازی رو قبول دارم، ولی رادیو تلویزیون رسانه ها خبرگزار محمد شدم. مثلا یه بازیکن یه جا باید، مثال میگم، دریپ بزنه به خاطر اینکه آقا ای توپو لو نده بگیرن هواداره چیز نکنه پاس میده، مثال متوجه. یه مثال، یه جای بازیکن باید شوت بزنه، شوت نمیزنه، یه جای نباید بزنه پاس میده، یعنی اینا باعث میشه که آقای جذابیت و قشنگیش به آرشیو بازی ها برین رجوع بکنین. بازی تراکتور استقلال چند تا گل داشته، حالا ما بازی رفت و هیچ بردیم، حالا بازی برگشت باختیم، یا سالیان گذشته مثلا 3-1 4-1 نمیدونم 4-2 هم پاس پرسپولیس رو یادتم اومد، پاس پرسپولیس اصلا من. و یه نکته اینجا هست، حالا آقای توتونچی، البته اینجا من به عنوان نماینده باشگاه تراکتور و پیشکسوت تراکتور و نماینده هوادارم یه چند تا نکته بگم، حالا یه گریزی همینجوری بزنیم. شما دیگه خود آقا متی سالیان سالسی آرش هم میدون، آرش اومده تبریز بازی کرده، خیلی عظیم هوادارا رو دیده. من میخوام بگم اگر این توزیع حساسیت رو همه تیم‌ها یکسان باشه، شما الان شده تا حالا مثلا یه نماینده تراکتوری پیشکسوت تراکتور تو برنامه دعوت کنین؟ خیلی سپاهان هم این چند روز پیش آقای بسیار حالا کمتر با دیگه ساده تراکتور سپاهان، نه اینا رو دعوت می‌کنیم آقا، بقیه هم راهشون دوره، زنگ می‌زنیم میگن آقا برای ما بلیت بگیر، جا بگیر دیگه. آقا نصرتی من میخوام بگم ما الان کرج میخوایم بیایم پیش شما، شما این کارو میکنی برای ما؟ ما مخلص شما هستیم، دعوت میکنی آقا، بس خدمت شما رسیدیم، ما مخلص باعث افتخار. ولی چیزی که هست من میگم آقا متی، اگر این توضیح حرف درستیه ها، ولی ما این کارو میکنیم. الان شما مثلا ببینید الان همین این فصلی که ما سپری کردیم، پربیننده ترین بازی واسه کدوم تیم بود که سایت معتبر ترانسفر مارکت هم بهش اشاره کرد؟ بازی تراکتور بودش. من میخوام بگم که تیمای شهرستانیمون مثل سپاهان، مثل تراکتور، مثل فولاد، مثل حالا نمیخوام دونه، اینا هم باید مثلا یه سری از بازیشون، حالا من نمیدونم شورای سیاست گذاری حالا سازمان چجوری عمل میکنه، شما بهتر میدونید، همش نباشه که آقا حالا مثلا خمز همش نباشه که فقط بازی پرسپولیس و استقلال از شبکه سراسری پخش بشه. این البته این نظر منه، حالا شما میتونید روش تحلیل و بررسی کنین. خب یه جایی میشه آقا جان بازی تراکتور بازی سپان پخش سراسری شبکه 3 بشه. یه سری از باشگاه محمد آقا، چون حالا شما دارین اینقدر شفاف میگی، بذار منم شفاف بگم، یه سری از باشگاه خودشون همکاری نمیکنن. آقا الان ما نماینده باشگاه، ما شما ببین روی خط آقای نصیرزاده رو یا مالک محترم بیاین روی خط. تراکتور که همکاری کرده، آقای خمز نوروز فوتبالی اومد، اولین مصاحبه تصویریش بود در برنامه نوروز فوتبالی، دمتون گرم. آلوز ریکی اومد دمش گرم، امرزا اخباری حضوری اومد، یه باشگاه مثل تراکتور همکاری میکنه. میگم یک سری از باشگاه ها نمیکنن. مثلا ما مثل کرمان، اجازه بدید بگم، مثل کرمان رو من خودم با سرپرستشون دنبال آقای فرزاد حسین خانی گشتم. آقا شما این همه به حال تیم کرمان، آقای برهانی شهر شما، یه دفعه نشد یکیشون بیاد اینجا پاسخگو بشه، چه اون موقع که میبردن چه موقع که میباختن. وقتی همکاری نمیکنه برنامه ما، خب یه دفعه زنگ میزنه، دو دفعه، پنج دفعه، ده دفعه زنگ میزنه، دیگه زنگ نمیزنه، خودشون شاید دوست نداشته باشن. ولی میگم حالا من اینجا، ولی تراکتور با ما همکاری کرد، خواهش میکنم حالا از مدیران شبکه، آقای جبلی که هستن دیگه، بله بله، آقای جبلی، آقای فروغی، آقای معتزدی هم که مدیر، بله، هستن. یه نگاه ویژه‌ای به تیمای پرهوادار داشته باشن که واقعا میتونن یه شور و شوق به فوتبال اون اضافه کنن. همونطور که بازی با سپاهان دیدین، بعد از مدت‌های مدیدی که اصلا تماشاگر به واسطه کرونا یا مشکلاتی که اومدن، بالغ بر 80,000 تماشاگر توی استادیوم بودن، یه شور و شعف خاصی به لیگ بازم وارد کردن، اصلا بازی‌ها دلچسب‌تر شد. بعد از اون استقلال پرسپولیس تماشاگرشون بیشتر اومدن توی استادیوم، حالا یه واژه خودمون داریم، چشم هم چشمی کردن، بیشتر اومدن، اصلا به جذابیت فوتبال ما کمک کردن. محمد نصرتی شبکه ورزش یه زمانی خیلی زیاد نگاه می‌کرد، الان کم داره نگاه می‌کنه. ما به خاطر اینکه رقابت بالای جدول بین سه تیم سپاهان یه مقطعی صدرنشین بود، استقلال پرسپولیس بعد همینجوری جابجا می‌شد، حساس شده بود. آقای نصرتی، آقای برهانی، مردم شما دیگه در جریان شبای فوتبال ببینید، شبکه تخصصی ورزش ببینید. سپاهان رو مثلا ما اینجا کارشناس دعوت می‌کنیم، آقای بصیرت از اصفهان میاد، محمد میشه، محمد میره نازنین اینجا تحلیل می‌کنه. حالا این سه تا تو کورس بودن، نه. اگه تراکتور میافتاد بعد انصافا، نه انصافا، انصافا ما خلاص زنده این تیم رو فکر کنم کرمانیا یه ذره شما کم لطف شدن نسبت بهشون. نه ما اینقدر، چون کرمان الان قطب فوتبال ایران، سه تا نماینده داشت، الان دو تا داره. خب دو تا داره، ولی چند تا لیگ یک داره؟ آره خیلی داره، فوتبالیست پرورش میده، کلی بازی. من فکر می‌کردم
نه گفتم منم از کرمان یه حمایت. آره ما 5 6 دقیقه داریم بیشتر برسین. شده خیلی آرش زنگ زدیم، خیلی زنگ. خود من اینجا به عنوان موزی خیلی زنگ. قبلا مثلا نه. شمال بود، شمالی ها چند تا تیم، ولی الان واقعا قطب فوتبال ایران. ولی انصافا آقا متی ببخشید آرش، انصافا شما خودت به شخصه اینو نکه اقرار کنم جلوتون دارم میگم برای بینن، شما خودتون خیلی خوب این موضوع بهش پرداختین، سعی کردین توزیع عادلانه بین همه تیم‌هاش، همه تیم‌ها رو به چشم نگاه کنین. ولی من میگم من خواهشم از مدیران بالا سر و ارشدتونه که آقا جان یه نگاه ویژه به تیم‌های پرهوادار، حالا مثل ما انصاف و عدالت رو همیشه رعایت کردیم. از شبکه‌های سراسر مثلا شبکه 3 آقا قراره مثلا یه فصل فقط بازی استقلال پرسپولیس پخش بشه، آقا توی این یه فصل آقا 10 تا بازی تراکتور شبکه 3 پخش کنه، مگه چیزی میگیم؟ اگر زمان بندی برنامه‌ریزی مناسب باشه هیچ اتفاقی نمیفته. اتفاقا فکر میکنم به واسطه یه سری برنامه‌های تبلیغاتی خیلی هم به نفع خود سیمای جمهوری اسلامی هم هستش. در مورد لیست خرید و فروش تراکتور، حالا که در مورد تراکتور صحبت کردی خیلی کوتاه بگو، خیلی کوتاه. ما از الان 5 دقیقه فرصت داریم بجنبندیم. خیلی خیلی توی ریز نقل و انتقالات باشگاه نیستم، چون من الان که گفتی تراکتور به فازم پرداخت. نه هیته وظایفم مشخصه، من دستیار آقای خمز هستم، باشگاه کمیته نقل و انتقالات داره که در رأسش آقای خمز هستن. حالا با وجود این عرض کنم اضافه شدن سهمیه خارجی که باعث شکست شدن یه سری قرارداد میشه، شاید ما بتونیم امسال تیم قدرتمندتر نسبت به فصل گذشته داشته باشیم، چون واقعا لیاقت هواداری تراکتورم میگم اینو آره خودتونم اومدین آقا متی از نزدیک دیدین، واقعا باید از نزدیک لمس بکنین، چون من هی بیام توضیح بدم نمیشه. آرش بازی کرد فکر کنم یه دونه گل هم زده توی چیز. بگم ما تیم ملی بودیم 4 دقیقه بعد به محمد داریم ما. من یه چیزی ببین شما در مورد در مورد این حضور تماشا گفت آرش میان شلوغ، یعنی این صحبت می‌کنم ولی مثلا 15 سال پیش محمد ملی اومد صاحب دو صحبت کردیم در مورد یحیی گل محمدی بود. آرش برهانی نظرش رو بگه در مورد آقا یحیی. خب آقا یحیی بالاخره مربی که خودش اثبات کرده تو این سالا خوب نتیجه گرفته و با هر کی که بوده، یعنی نفراتی که کنار آقای یحیی بودن، تونسته موفق عمل کنه و دیگه اثبات شده است. ولی خب من به نظرم یه ذره خیلی هم یه ذره خوش شانس بود آقای یحیی تو دربی. یه نکته من در مورد بذار بگه چی؟ میگم دربی قبل، یعنی همین یه ذره تفاوته بود. آقای یحیی ماشاءالله خیلی خوش شانس هم هست، یعنی مسائل فنیش که کنار عالی. آرش ببخش تو تیمای بزرگ پرهوادار کار کردن خیلی سخته. مربی ایرانی توی تیمای مثل استقلال، پرسپولیس، تراکتور، سپاهان کار بکنه بتونه یک فصلو دوام بیاره، یعنی اون مربی بی‌نظیر بوده عمل کردش. اینو هم به ذرت قاطع به شما میگم، چون شما میبینید همه جور انواع اقسام و فشارهای مربی داخلی میارن مثلا مثل یه چیز تیم ملیه. آره الان آقای قلعه‌نویی قبلش که انتخاب بشن گفتن خب مثلا چی جوریه، گفتیم بابا کسی که توی استقلال تونسته دو سه تا قهرمانی بیاره، حتی سپاهان هم سخت کار کردن، خیلی توقع از اون تیم هم بالاست، تونسته کار کنه، الان اومده یه همچین جایگاه، مطمئن باشی میتونه تیم ملی اونم موفق بله. به خاطر اینکه توی این تیمای بزرگ کار کرده. دقیقاً همین. ما بخشی مرتبط داریم با یحیی گل محمدی دوستان، می‌خوایم ببینیم برگردیم. خیلی هم خوب. عرض به خدمت شما که در مورد پیشبینی دیدید میلیت چقدر شیک، حرفه‌ای و استاندارد پیشبینی کرد؟ اتفاقا من از استاندارد نبود اصلا. اصلا من نپرسیدم. یکیچ یا دو یک. اصلا من نپرسیدم. چون به نظر من اصلا پیشبینی کرد. فوتبال جذابیتش به این غیر قابل پیشبینی. شما مثلا خودتون پیشبینی دیدین بودش که مثلا من سیتی مثلا حالا فوتبالای روز دنیا من سیتی مثلا 4-0 رئال ببره. انصافا. نه. اصلا غیر قابل پیش بینی. ما فوتبال از دو زاویه نگاه میکنیم آقای نصرتی، آقای برهانی، مردم احساسی منطقی. احساسی پیش بینی میکنیم. آقا شما میگی من پرسیدم، میگم من دوست دارم استقلال ببره آرش، محمد میگه من دوست دارم پرسپولیس ببره، استقلالیه پرسپولیسی، ولی یه نتیجه پیش بینی کنید جذاب دیگه. هوادارا دوست دارم ببینن شما خط فکریتون چه جوریه، بازی پرگل میشه نمیشه، کوتاه بگید لطفا. من با 10 دقیقه یه رو بعد بازی بگذره بعدن پیش بینی کنم، الان نمیتونم. ما این همه الان تایید کنندم به من تذکر داد، میگه کوتاه صحبت کن، نمیگم من مجبورم ازشون بگم الانم باز نمیگه شد بعد براتون پیامک کنم. خیلی هم خیلی هم. پس نتیجه رو پیش بینی نمیکنید در مورد سخته واقعا، اگه بخوام یه چیزی بگیم درست نیست. شما داشتی در مورد یحیی صحبت میکردی، یه دفعه زدی دوباره تو تراکتور. نه یحیی رو گفتم، نه یحیی گفتم تموم شد. یعنی تیمایی مثل استقلال، پرسپولیس، سپاهان، تراکتور، حتی فولاد
یه مربی ایرانی بتونه یک فصل دووم بیاره یعنی واقعا عملکردش بی‌نظیر بوده. چه یحیی واقعا فقط همین موضوع نه چون این موضوع اینو سر چون اینو گفتیم همین سرفصل جدیدی چون شما این موضوع یعنی چی یعنی که آقا جان شما اینقدر تحت فشار قرار میگیرید توی برهه‌ای که اصلا استعفا میدی یا اخراجت میکنن هزار اتفاق دیگه شما ببینید من کلی صحبتیم یعنی یک فصل شما هم به لحاظ فنی هم به لحاظ اخلاقی همه جوری شما در نظر بگیرید عملکرد آقای گل محمدی فوق‌العاده بوده. باید مدیریت بالا هم داشته باشی تو این بله. تیما که آقای عیا مدیریت خوب داشته مصاحبهاشونو میتونین ببینین به موقع او اومدن یه صحبتی کردن کل لیگو تحت تاثیر قرار دادن. حالا من اینو بگم در مورد مثلا حالا الان داریم صحبت. من دوستان در مورد ستاره‌های دوتا صحبت کردن. اومدن گفتن نمیذارن پرسپولیس قرار این کاپای حلبی ارزش نداره اینا. خب ببین این یه فشار رو برمی‌داره کل لیگو درگیر می‌کنه. این صحبتایی بودش که خیلی تاثیرگذار بوده مثلا توی همین روند نتیجه گیری که آقا وقتمون تمام شده بازم من تذکر گرفتم ستاره بازی فردا من استقلال پرسپولیس آره دیگه من گفتم من میدونم گفتی دوباره دارم میپرسم دوباره میتونم دو نفر بگم یا سه نفر بفرم. دلم نمی بفرم آرش رضاوند مهدی قائدی ارسلان شما به نظر من مهدی ترابی میتونه یکی از بازیکنان تاثیرگذار بازی فردا باشه و ایسا آل کثیر خیلی متشکرم از محمد نصرتی گلرام جای خودش ندارم در مورد گل صحبت کردین در مورد حسینی در مورد بیرام در مورد بیشتر تو فاز حمله گفتیم چون تو فوتبال دنیا هم اینجوری کسایی که حالا گل میزنن یا پاس گل میدن حالا بیشتره ولی من همین الان خودم نگران اوضاع عارفم عارف غلامی میرسه نیم البته مرادوند خیلی بازیکن خوب نشون داده گلم زده خوبه ولی خب مثلا توی این پست هم متشکر از محمد نصرتی آرش برهانی وقت گذاشتن اومدن تو برنامه خودشون شب‌های فوتبالی فارغ از همه صحبت‌هایی که کردیم امیدوارم بازی فردا جذاب باشه هوادار پسند تماشاگر پسند خدا نگهدارتون باشه ممنون. ما متشکرم از شما ممنون از شما ما یه ارتباط هم داریم با آقا محسن ربیخا که به تازگی عرض کردم در ابتدای برنامه خداحافظی کرده از دنیای حرفه فوتبال و البته که بخش یحیی گل محمدی آماده است به اتفاق می‌بینیم منتها قبلش بگم که ما فام کیو شو داریم مسابقه 10 سوالی که 5 میلیون تومان هم جایزه داره و قراره که تقسیم بشه بین تمام نفراتی که جواب صحیح رو میدن 10 تا سوال رو جواب درست میدن پس بدون قرعه کشی 5 میلیون تومان جایزه دارید فام کیو شو عدد 1 رو به 902890 ارسال کنید یه لینک براتون میاد اپلیکیشن فام رو نصب کنید و اونجا یه بنری هست نوشته فام کیو شو وارد مسابقه بشید تا دقایق دیگه این کار انجام میدید عدد 1 رو به 902890 ارسال کنید لینکی که اومد فام کیو شو رو نصب کنید اپلیکیشن رو نصب کنید فام کیو شو رو بزنید و وارد مسابقه بشید متشکرم بخش یحیی گل محمدی رو به اتفاق میبینیم و برمیگردیم بفرمایید دلمون میخواست او رو با شادی‌های چسبیده به قهرمانی، مشت‌های گره کرده بر روی قله پیروزی و با رسیدن‌هاش به یاد بیاریم. اما کارنامه فوتبالی او پر از نرسیدن بود. پر از مسیری که فقط یه گام تا جاودانگی فاصله داشت، اما نشده بود. او انقدر توانایی داشت که کسی نتونه به راحتی جایگاهش در تیم ملی و باشگاهش رو به خطر بندازه. اما موفقیت‌های نصف کاره باعث شد تا روزی که از فوتبال خداحافظی کرد همه ما همون نرسیدن‌ها رو مرور کنیم. همه ما به یاد اون بداهه پردازی پر ریسکش در نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا آه بکشیم. اشک‌هامون از گریه‌هاش بعد از گل دیر هنگامش به ایرلند در بیاد و البته برای درخشش در جام جهانی 2006 حسرت بخوریم. دیر بشه. حضورش به عنوان مربی رو نیمکت خیلی زود نوید ظهور یه پدیده در فوتبال ایران رو داره. او هر اندازه تو زمین یه دفاع کم اشتباه و مطمئن بود، کنار زمین به عنوان مربی هم تصمیم به اجرای یه تاکتیک با محوریت حضور مدافعان کم اشتباه و البته مطمئن در تیمش رو گرفت. فرقی نداشت سرمربی زباهن باشه یا شهر خود رو. شاگردای یحیی گل محمدی به بازیسازی از دفاع با تعداد پاس‌های پرتعداد شهرت پیدا کردن. شبیه ترین مربی جوان ایرانی به سبک بازی رو
آخرین سوال بذار، اولین سوال بپرسم. دوست داری فوتبال محسن ربیع‌خوا رو هوادارای فوتبال با کدوم صحنه به خاطر بیارن، با چی به خاطر بیارن؟ سوال سختیه. خب من چون به خاطر پستی که داشتم بازی میکردم گل و پاس گل و اینا خیلی توش کم بود. سوال خیلی سختیه، نمیدونم والا. خیلی هم خوب، ما با محسن ربیع‌خوا مفصل صحبت خواهیم کرد به خاطر اینکه فرصتمون کمه، 7 8 دقیقه در خدمتش هستیم. مشخصا در مورد شهرآورد فردا صحبت می‌کنیم، فینال جام حذفی، ولی قول رو ازش گرفتیم که بیاد تو استودیو در مورد اینکه از فوتبال خدافظی کرده برای اون کلی صحبت کنه. بریم سراغ فینال جام حذفی فردا. در مورد فینال جام حذفی، شانس کدوم تیم برای قهرمانی بیشتره؟ والا عرضم به خدمتتون که امسال هم تیم استقلال هم تیم پرسپولیس هر دو تا تیم خیلی خوب بودن تو طول سال و خیلی فصل خیلی خوبی پشت سر گذاشتن. خب لیگو که خب پرسپولیس تونست ببره، ولی خب جام حذفی الان استقلالیا خیلی براشون مهمه، چون میخوان که حداقل یک جام داشته باشن امسال و این خیلی کار پرسپولیسیا رو فکر میکنم سخت میکنه. و از اون طرف هم پرسپولیسیا یک سال تلاش کردن و میخوان دوگانه کسب کنن و فکر میکنم که بازی خیلی جذابی باشه. و اینکه کدوم بازیکن فکر می‌کنی کارو جمع کنه در بیاره، به قول فوتبالیا ستاره زمین باشه؟ والا فکر می‌کنم تیمی که کار تیمیش بهتر باشه تو بازی فردا بتونه موفق‌تر باشه. حالا ستاره هم نقش دارن، ولی خب کار تیمی خیلی مهم‌تر هستش. در تیم استقلال فکر می‌کنم آقای قائدی، آقای چشمی و آقای محبی، اینا ستاره‌ای هستن که میتونن خیلی کار استقلال رو خوب پیش ببرن. و در تیم پرسپولیس هم مهره‌های خیلی خوبی دارن، در خط دفاعی آقای گولسیانی و آقا مرتضی و در خط جلو هم مهدی و وعید و بچه‌ها. فکر می‌کنم بازی باشه که این ستاره‌ها فکر می‌کنم نقش پررنگی داشته باشن. پیش بینی نتیجه آقای ربیع‌خوا چند میشه بازی؟ من آیتتون چی، من تا حالا نتیجه فوتبال پیش بینی نکردم، ولی خب امیدوارم که تیم پرسپولیس برنده بشه. و البته اینم بهتون بگم، هر تیمی که به نظر من زحمت بکشه و تو زیر فردا بیشتر تلاش بکنه برنده هستش. امیدوارم که این تیم پرسپولیس باشه که بیشتر زحمت میکشه و بیشتر تلاش میکنه، و امیدوارم که نتیجه بازی به سود پرسپولیس باشه. در مورد یحیی گل محمدی خیلی کوتاه نظرت در مورد فصلی که گذشت، پرسپولیس قهرمان شد و بازی فردا، خیلی کوتاه. من خیلی تایم کمی با آقای یحیی کار کردم، هلوش 6 ماه 7 ماه باهاشون بودم و به نظر من آقای یحیی جز برتری مربیای هستن از نظر فنی که تو ایران دارن کار میکنن و امسال هم واقعا خیلی خوب کار کردن. حتی یه مقطعی از فصل هم عقب افتادن، ولی خب خیلی خوب تیمو جمع کردن و خوشبختانه تونستن که لیگو برنده بشن. با یحیی گل‌محمدی کم کار کردی، اما دوره اوجت تو پرسپولیس با برانکو بود. میخوام اینم خاطره خاصی تو این بازی‌های دربی یا شهرآورد داری تو ذهنت الان برام تعریف کنی به عنوان آخرین سوال؟ خاطره که من دربی متاسفانه خیلی کم بازی کردم، فکر می‌کنم 3 تا یا 4 تا دربی بازی کردم. 3 تا 4 تا خیلی ها، مورد داشتیم یه دونه یا مورد داشتیم از دم در باشگاه پرسپولیس استقلال رد شده. آره نه، خب 4 سال بودم، ولی خب 3 تا بازی 4 تا بازی کردم، یه دونه 3 تا بازی کردم، یه دونه برد بود، یه دونه مساوی بود و یه دونه هم باخت بود متاسفانه. و خاطری داری؟ خاطر خوبمون برده بود دیگه، با پنالتی علی پور گل زدیم، تونستیم بازی رو برنده بشیم. خیلی متشکرم آقای ربیع‌خوا، برات آرزوی موفقیت میکنم تو کلاس‌های مربیگری. یعنی آینده‌ت میشه چی؟ من خیلی علاقه‌مندم به مربیگری، ولی خب الان هیچ مدرکی رو نگرفتم و منتظرم که ایشالا کلاس ها رو شرکت کنم و دوست دارم مثل فوتبال هم که بازی کردم مربیگری هم از پایه شروع کنم، پله پله بیام بالا. و دوست ندارم یک هو مثلا بیام یه تیم مثلا بزرگ بگیرم دستم، دوست دارم پایه پایه پله پله بیام بالا و قصد دارم کلاس ها رو شرکت کنم. الان آخرین مدرکی که دارید چیه؟ مدرک نگرفتم هنوز حتی دی رو که بهت میدن کمیته آموزش، چون بازی کردی کارت بازی داری، دی رو بهت میده. استی باید بشینی و والا یه هفته 14 روز و در نهایت ای که 21 روزه. خیلی هم ممنون که اومدی، ازت این قول رو میگیریم که حتما تشریف بیارید، در خدمتتون باشیم به صورت حضوری در استودیو شب‌های فوتبالی. باعث افتخار ماست و در پایان اگر نکته‌ای هست در خدمت شماست.
نه ممنونم از دعوتتون، امیدوارم که فردا فقط چیزی که هست، امیدوارم که فردا فقط مردم یه بازی خیلی خوب ببینن و گفتم اون تیمی که حقش هست ان شاءالله برنده بشه. متشکرم، شبت بخیر، خدا نگهدار. شب شما بخیر. ممنون. 21 و 30 دقیقه با تحلیل فینال جام حذفی، 101مین شهرآورد بین دو تیم ریشه‌دار قدیمی و رقبای سنتی استقلال و پرسپولیس در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که تقدیم شما شد حاصل تلاش دوستان پرتلاش و زحمتکشم در استودیو ولیعصر بود که امیدوارم مرتوجه شما قرار گرفته باشه. متشکرم و ممنونم که ما رو تماشا کردید. یا علی مدد، خدا نگهدار.